بنا به گزارش منتشر شده در اول اسفند 86، باندهای تبهکار قاچاق انسان و فحشا در ایران تحت حاکمیت آخوندها اقدام به تبلیغ برای فروش دختران نوجوان ایرانی در امارات کردند که سن آنها بین 15 تا 18 سال است. قاچاق زنان و دختران ایرانی توسط رژیم زنستیز آخوندی به کشورهای مختلف فاجعه است که مطبوعات حکومتی نیز ناگزیر به گوشه بسیار ناچیزی از آن اعتراف می کنند. خبرها حاکی از آن است که قاچاق این زنان نگونبخت به کشورهای اروپا و آسیای جنوب شرقی و حوزه خلیج فارس صورت می گیرد. روزنامه حکومتی جمهوری در خبری تحت عنوان زنان ایرانی در کاباره های چین نوشت: پس از شیخ نشین دبی که یکی از مقاصد اصلی زنان روسپی به منظور کسب درآمد نامشروع می باشد، همکنون کشور چین که در سالهای اخیر رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده و باعث جذب سرمایه گذاران شده است، پاتوق افراد مذکور شده است که در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. 10 ماه قبل بخشی از گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره حقوق بشر به بحث قاچاق زنان و دختران در ایران اشاره داشت. بر اساس این گزارش، ماهانه 45 دختر 16 تا 26 ساله ایرانی فقط در کراچی توسط افراد ثروتمند خریداری می‌شوند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده بود: ایران هیچ مدرکی درباره اجرای قانون علیه مقامات دولتی که در تسهیل قاچاق نقش دارند ارائه نکرده است. یکی از دلایلی که انگشت اتهام را رو به آخوندها نشانه می‌رود، علاوه بر سکوت آنان در مقابل پدیده قاچاق دختران، برخورد و بازداشت کسانی است که در این حوزه تحقیق می‌کنند، مانند یک خلبان اماراتی به نام بن یحیی که پرده از فروش دختران ایرانی در دبی برداشت اما بعد به همین دلیل بازداشت گردید. از جمله دلایل قاچاق زنان و دختران ایرانی فقر عنوان می‌شود، اما این تنها دلیل نیست. بخش عظیمی از آن به سرکوب و خفقان حاکم بر ایران برمی‌گردد. بخشی از زنان و دختران به دلیل فقر مالی توأم با فقر فرهنگی دچار این سرنوشت شوم می‌گردند. افراد باندهای فوق با سوء استفاده از این ضعف به روستاهای کوچک و محروم می‌روند، خصوصاً در ناحیه استان خراسان، و با خانواده‌ها صحبت می‌کنند که از این طریق دخترانشان به استقلال می‌رسند، خرج خودشان را تأمین می‌کنند و می‌توانند در آینده‌ای نچندان دور آنان را نیز تأمین کنند و بدین ترتیب اجازه خرید دختر را از پدرش می‌گیرند. حتی در برخی موارد به صورت علنی هم گفته شده که دخترانشان را برای چه موردی خریداری می‌کنند، ولی باز در نهایت تعجب موافقت شده است. طبق گفته این دختران، به طور معمول در ازای هر دختر 6 تا 7 میلیون تومان به خانواده پرداخت می شود. البته دختران 10 تا 12 ساله به مبلغ 20 میلیون تومان خریداری می شوند که آنان را برای شیوخ امارات می برند. مواردی هم بودند که در خانواده شخصی بیماری های نظیر کبد و کلیه داشته و به پول احتیاج شدید داشتند و آن پول را از فروش دخترشان تامین کردند. در این موارد خانواده راضی نبودند، اما بر اثر ناچاری دست به این کار زدند. بانهای درونی رژیم خود بر روی این موضوع انگشت می‌گذارند که این اقدام جنایتکارانه از سوی دولت حمایت می‌شود، وگرنه چگونه ممکن است در فرودگاه‌های ایران که این همه مراحل بازرسی دارد 100 تا 150 نفر بدون پاسپورت و ویزا با هم سوار هواپیما شوند؟ چرا مدارکشان چک نمی‌شود؟ در افغانستان هم این دختران را از داخل فرودگاه‌ها با ماشین‌های دودی و بدون بازرسی مدارک خارج می‌کنند و به صورت هماهنگ و سازمان یافته به خانه‌های تیمی و مؤسسات اداره کننده تقسیم می‌کنند. یک کارشناس اجتماعی در رژیم با اشاره به رایج بودن قاچاق زنان و دختران در استان‌های خراسان، سیستان و بلوچستان و افغانستان و پاکستان می‌گوید: قاچاقچیان این دختران و زنان را در خانواده‌هایی که غالباً شرایط نابسامان اقتصادی به سر می‌برند، شناسایی و پس از عقد موقت آنها را به خانه‌های فساد در شهرهای نظیر کویته، کراچی و غیره اعزام می‌کنند. این کارشناس به ابعاد نگران کننده پدیده فروش دختران در شهرهای مختلف مرزی اشاره می‌کند و می‌گوید:
مطابق بررسی ها از آنجا که ازدواج قربانیان به صورت موقت بوده، تنها چند روز پس از ازدواج با اجبار، زور، تهدید و فریب به زاهدان و سپس به پاکستان و افغانستان منتقل می شوند. نکته این است که همه قربانیان از طریق صیغه ازدواج کرده و عدم ثبت رسمی عقد آنها در این شکل یکی از معضلات اساسی شده است.